نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روز چهارشنبه 19 ذی‌الحجه سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با حکم مکانهای مانند مسجد، مغازه و یا خانه مردم که توسط حکومت‌های ظالم غصب شده فرمودند، در کتاب عروت الوثقی و برخی از کتب فقهی آمده و اگرچه اجماعی نیست اما مورد قبول فقها قرار گرفته است که پس از تبدیل شدن به مکان جدید حکم اولیه را ندارد و تردد در آنها جایز است. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. یعنی اون حکم اولی عوض میشه، عوض میشه، نه واقعا عوض میشه، نه اونی که خراب کرده کار حرام کرده ضامنه، اما مردم ولو یقین داره اینجا مسجد بوده، اینجا مغازه دیگری کسی بوده و راضی نیست، حرام نی براش تصرف در اینها، خلاف قاعده ثانویه است و اون لوکان لبان چی؟ اصطرار عمومی، اصطرار نوعی میگی. بله؟ همین وقت در زمان معصومین علیه السلام 200 سال این بنی امیه و بنی العباس این چیز، همین چیزا رو یقینا داشتن، بی احتمال اینکه ابدا همچی کاری نکردن احتمال ظاهرا درست نیست. وقتی که هست اینجور و ائمه دیگه حافظ شریعتا باید احکام بیان کنن، نگفتن این را از باب لوکان لبان. اونایی که قبول کردن که ایشون هم صاحب عروه است، اونایی که قبول کردن دلیلشون اینه دیگه. حالا یک فقیهی قانع به این لوکان لبان اگه نباشه، بله حکم اولی استصحاب میشه. یقیناً کسایی که تو اون شهرهایی بودن، ساکن شهرهایی بودن که این تخریب ها کردن بنی امیه و بنی العباس، یقیناً یه جاهایی رو یقین داشتن که اینجا ملک کی بوده، اینجا مسجد بوده، اینجا چی بوده. از همین عرضم لوکان لبان اگه یک فقیهی قانع نشه، مطمئن به این لوکان لبان در اینجور جهان نشه، بله حکم اولیش باقیه.